آقای منوشن، درود بر شما. درود بر شما. من معمولا روزهای دوشنبه میگم امشب جشن فلان یهودیانه، امشب باید گفت که جشن ساده ایرانیانه. شادباش میگم، خیلی خوشحالم که این بازگشت به فرهنگ پیشین روز به روز در ایران گسترش پیدا میکنه. نه فقط ایرانیان خارج از کشور که عشق وطن رو دارن جشن ساده رو برگزار میکنن، و نه فقط زرتشتیان در یزد و دیگر کشورهای شهرهای ایران این جشن رو برگزار میکنن، بلکه ساده مثل مهرگان و جشنهای دیگر به یکی از مهمترین سنتهای باستانی بازگشته ایران مبدل شده، و این باز یک نشان دیگر امیدوار کننده است در کنار گسترش اعتصابهای همگانی در سراسر کشور. شاد باش میگم. تشکر میکنم شرار جان و سعید موتوری. سه ساعت مردم از زندگیشون هم میفتن و 3 ساعت باید میشینم پای برنامه ما. خیلی رو من میبینم هر 3 ساعت هستن، چقدر خوب. تشکر میکنم آریو برزن عزیز، فرح کفاشی نازنین، یک دینا مثل که به من میگن اظهار لطف کردن، یک کمک 50 دلاری کردن، و یک مسافر، یک گروهی بودن که 3 نفر بودن مسافران مثل ما، 1 نفر بهشون اضافه شده، شدن 4 نفر، ازشون سپاسگزارم. آقای منوشه امیر عزیز، من معتقدم که میخوام حالا بحثای حاشیه رو شروع کنیم بعد به بحثای سیاسی. من معتقدم جمهوری اسلامی با نفوذ در اپوزیسیون از یک سو و سوء استفاده از نیاز اپوزیسیون از سوی دیگر، 2 مورد رو گرفته و علیه اپوزیسیون مرتبا حرف میزنه، عمل میکنه. یکی اینه که یه اپوزیسیون قلابی خشن، عصبانی، فحاش، بی ادب اینا درست کرد. یعنی شما خیلی جاها میبینید که یارو نشسته به هر کسی تهمت میزنه، فوش میده، بد میگه، پلان میگه، بد دهن، تهمت میزنه، حالا در ابعاد مختلف هم فرق نمیکنه. منظورم هم این نیست که اومده رفته پول داده به یادم گفته بیاره این کارو، نه، به صورت غیر مستقیم تشویقش کرده، دیده یارو زمینش رو داره، هی براش دست زده، ای داری به همایون اینجوری میگی، باری کلا داری به مناشه میگی، باری کلا آفن، دارم فکر کرده واقعا علی آباد شهری. دوم این که، و شما میبینید یه قشتی آقا همون شبیه جمهوری اسلامی هنو عملشون شبیه جمهوری، حالا موضوعاتشون فرق میکنه ولی ماهیتا همونه. دوم این که بولد میکنه این که پلان اپوزیسیون رفت از امریکایی‌ها پول گرفت، از عربستان پول گرفت، حالا اسرائیل که 2000 به کسی نمیده ولی اسرائیل هم میگن ارزم راستی راستی آقا دوستان یهودی ما که 2000 پول از این پولا خرج نمیکنن، ارزم به حضورتون. این دو خیلی رو این دوتا کار کرده. و آقای ناشم، من تو همه این سالا خودم رو حفظ کردم از این دوتا جریان. یعنی باور کن مثلا الان که فکر میکنم 10 سال من تا تلفن رو باز میکردم یکی میامد به مادر من، به خواهر من، به همسر من، به دختر من، فحاشای رکیک. خب ولی من هرگز حتی معذرت میخوام حتی نگفتم خودتی، اینم نگفتم، گوش رو قطع کردم. علیه من کلیپ درست کردن، علیه من رو در آوردن که من دارم فوش میدم، در وقتی من هیچ وقت فوش نمیدادم. آقا این برداشت من درست است یا غلط؟ جناب آقای مناش امیر بفرمید، خواهش میکنم. ببینید، اگر از اپوزیسیون به عنوان نهادهای مختلف یاد میکنید، واقعیت اینه که من نه چندان به اونها نزدیکم و نه مواردی رو دیدم که به هم فحاشی بکنن. ولی اگر افراد رو میگین، بله، و بزرگترین نمایشنامه مسخره و مسخ شب گذشته به وقت ما، یعنی پیش از ظهر، شما از کانال 1 تلویزیون شبکه جهانی در لس آنجلس شد. باور کنید که مضحک بود، یک نمایشنامه کمدی بود، یک نمایشنامه کمدی بود، ولی
در این حال هم بسیار بسیار تأسف انگیزه، به خاطر که یه آدمی، دو تا آدم میشینن جلوی دوربین و میگوین که ما اسرار ناگفته رو با سند و مدرک و اینها چیز میکنیم، افشاگری میکنیم، بعد میان به تمام افرادی که نامی دارن، سابقه دارن، خدمتی به ایران کردن، برخی از اونها اپوزیسیون هستن، انگ میبندن و تهمت میزنن. و نه فقط این، من با اینش کاری ندارم، من آشنایی دارم که متاسفانه ما ایرانی ها همه همدیگر رو خب نه دیگه، اگه واقعا اینجوری باشه، من این برنامه رو میفرستم به بورد تلویزیون، چون من تو این مواقع ولی واقعا دوست ندارم، واقعا نمیدونم، من ندیدم. من چون اجازه بدید چند نمونهش رو براتون بگم. ببینید، یک فردی به اسم برژنسکی که در یه دوران کوتاهی مشاور امنیت ملی یکی از رؤسای جمهوری بوده، و میدونید که مشاوران ملی معمولا مثلا 2 سال 3 سال خدمت میکنن و در طول 40 سال حکومت اسلامی لاقل 20 تا 30 تا مشاور امنیت ملی عوض شدن، یه دونشون یهودی بوده. این یک فردی از کانال یک میگوید که بله، این توطئه کرده بود با سیونیزم جهانی، با انوسی ها و یهودیان پنهان که هویت ایرانی رو بکشن. چطور ممکنه اونا بیان هویت ایرانی رو بکشن که چه سودی ببرن و چگونه میتونن این کار رو بکنن؟ میآید و ادعا میکنن که تمام قتل های زنجیری رو یهودیان انجام دادن در ایران. یعنی آقایون، حکومت ایران، شخص خمینی، شخص خامنه‌ای که صدها هزار نفر ایرانی رو کشتن، ازشون انتقاد نکنیم، ایراد نگیریم. یک یهودی آمریکایی نشین رو بگیرین که آمده قطرهای زنجیره‌ای رو در ایران انجام داده. این یه نمونهش. یه نمونه دیگه میگوید که آقا، هولوکاست افسانه بوده، همونطور که احمدی نژاد میگوید افسانه بوده، خامنه میگوید افسانه بوده، و از کانال یک اعلام میشه که هولوکاست افسانه بوده. بعد میگه که خب حالا فرض کنیم که 70 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم کشته شدن، 1%، 2%، 3% یهودی بودن، چرا انقدر شما گریزاری میکنید؟ چرا انقدر داد و فغان راه میاندازید؟ ببینید، این جنایتکارانه ترین اتهامی است که به یهودیان وارد میشه و حرفی است که خامنه ای زده، علی روح الله خمینی زده و بدترین یهود ستیزان دنیا میزنن. حالا براتون این یه نکته رو میخوام فقط توضیح بدم، و اون این است که در جنگ جهانی دوم 55 میلیون انسان کشته شدن. از این 55 میلیون 6 میلیون نفرشون یهودی بودن. پس چرا ما انقدر سر و صدا را میندازیم؟ جواب میدم، به خاطر اینکه اون 50 میلیون اول در جنگ کشته شدن، در بمباران ها کشته شدن، در نبردهای رویارو کشته شدن. 6 میلیون نفر یهودی، انسان های بیگناه، زن و کودک و پیر و بزرگ، نه سرباز بودن، نه با کسی دشمنی داشتن. اینها رو هیتلر و حکومت نازی هر شهری رو، هر کشوری رو تصرف کرد، اولین کاری که میکرد یهودی ها رو جمع میکرد، با قطار میفرستاد به آشویتز، بیرکناو، داخاو یا جاهای دیگه که در اردوهای مرگ اینا رو نگه دارن. بعد دست دست اینا رو میبرد تو حمام گاز خفه کننده خفه میکرد، جسدشون رو در کوره های آدمسوزی میکشت. آقای محترم، یک فرقی هست بین اون 6 میلیون و اون 50 میلیون. اون 50 میلیون در جنگ کشته شدن، 6 میلیون ماشین جنایتکارانه ی نظامی یک حکومت نجات پرست میآید و یه عده افراد بیگناه رو این گونه فاجعه بار میکشه. تو خجالت نمیکشی میشینی پشت میکروفون از کانال یک میگی که بله، خب 1%، 2% از اون 70 میلیون یهودی بودن؟ این یه نمونه در واقع بیان اتهامات حکومت ایران و زبان حال بودن حکومت ایران از جانب فردی که خودش رو اپوزیسیون میدونه و متاسفانه میکروفون
کانال یک در اختیارش قرار گرفته. انواع و اقسام حرفای دیگری هم زد، مثلا طرح سبز. میگوید که بله، یهودیان مخفی آمدند و طرح سبز رو درست کردند که هویت ایرانی رو نابود بکنن. یارو بلد نیست، سواد نداره، ادعا میکنه، به من میگه که تو دو کلاس اکابر بیشتر نخونده. خیلی متشکرم، تشکر میکنم. من هیچ وقت ادعای دانش و علم و آگاهی نکردم، چاکر همه هم هستم. ولی ایشون ادعا میکنه من 6 تا دکترا دارم. دکترای ادبیات داره، روانشناسی داره، جامعه شناسی داره، باستان شناسی داره و دکترای ژنتیک داره. و بعدم میگه ما همه رو از کتاب ها آوردم. چگونه ممکن است که فردی جز حکومت ایران و داعش و طالبان بشینن پشت میکروفون و بگوین که آقایون ربی شمعون بر یوحای که یکی از اندیشمندان بزرگ یهودی بوده نجات پرست بوده و در کتابش به دروغ در کتابش نوشته است که بله یهودی ها نجات برتر هستند. چگونه ممکن است به یه یهودی انگ نجات پرستی ببندن؟ شما نجات پرستی. تازه میاد ادعا میکنه میگه که از اون 70 میلیونی که کشتش هیتلر کشت، اکثرشون 80% 90%شون آریایی بودن. کجاشون آریایی بود؟ هیتلر میگفتش که جز من که آریایی هستم، لهستانی ها، رومانی ها، همه اروپاییان دیگر، اینها نژاد پست هستند، اینها باید نوکر من باشند و و و غیره و غیره. ببینید، یهودی هرگز نژاد پرست نبوده. دین یهود دینه، با نژاد کاری نداره. در تورات مقدس یهودیان نوشته شده است که پروردگار بشریت رو از آدم و حوا آفرید. یک آدمی بود و یک حوا، هر دوش یه نژاد، نمیشه چند تا نژاد باشه. بنابراین همه من، آقای همایون و همه دیگران، ما از یک نژاد هستیم، یک انسان هستیم. بعد میآید و میگوید بله، مجمع عمومی سازمان ملل آمد در سال 1975 قطعنامه رو تصویر کرد که یهودی که سیونیزم نوعی نژاد پرستی است. ولی معلوم میشه که چی شده. ببینید، در اون دوران اوج جنگ سرد بود، بلوک کشورهای کمونیست بود، بلوک کشورهای غیر متحد بود، بلوک کشورهای اسلامی بود، بلوک کشورهای عربی بود و بلوک کشورهای آفریقایی بود. همه اینها ضد اسرائیل بودن و از جمله هند که الان قربون اسرائیل میره و باش دوستی داره. در اون دوران هند رهبر سازمان غیر متحدها بود. اینها یک اکثریتی رو درست کرده بودند در مجمع عمومی سازمان ملل. اگر تصمیم می‌گرفتن که روز تاریک و شب روشنه، قطعنامه‌اش به آسونی تصویب می‌شد. و معلوم شد که در سال 1975 که این قطعنامه تصویب شد، دبیرکل سازمان ملل یک هیتلریست نازی پنهان بود به اسم کورت والدهایم. ایشون در یه دوران رئیس جمهوری اتریش بود، سابقه نازی بودن خودش رو مخفی کرده بود و میآیند و در سازمان ملل قطعنامه رو تصویب میکنن که یهودی بر کسیونیست برابر نجات پرستید. همون جنگ سرد تمام میشه، این بلوک ها از هم پاشیده میشه، خود مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه رو تصویب میکنه که ببخشید غلط کردیم، اشتباه کردیم، باطل میکنیم اون تصمیمی که گرفتیم. و میآید اینها رو به عنوان سند ارائه میده، میگه من استادم، من افشا میکنم، من چیزهایی رو میگم که دیگران نمیگن. من میخوام از بپرسم که یک چنین فردی که میآید میگوید که داریوش فروهر و خانومش و دیگران رو اسرائیل کشته، یهودی ها کشتن، رئیس کدوم سرویس امنیت خارجی دنیا بوده که چنین کشف بزرگی کرده؟ میآید و میگوید بله، یک شخصی به اسم علی خانی در وزارت اطلاعات حکومت بود که دستور این قتل‌ها رو صادر کرد. من هیچ اهمیتی نداره برای من این ادعاها، ولی خطرش اینه آقای همایون که داره افکار ملت ایران رو در این دورانی که
حکومت در حال فروپاشی است، مردم ایران روشن شدند، میآید و میگوید مردم ایران برید جودا رو بکشید، اونا بودن که در ایران جنایت کردن، به روح الله خمینی اتهامی وارد نیارین، به علی خامنه ای چیزی نگید، علی خامنه ای هم خودش یهودی پنهانه. ببینید این خیلی خطرناکه، به خصوص در این دوران که یادآوری میکنم تنها در ایالات متحده 15 نفر یهودی رو یهود ستیزان و نجات پرستان کشتن. چرا باید یک ایرانی، ایرانی پاک، ایرانی منزه، ایرانی انسان دوست، چرا باید به این راه ها کشیده بشه؟ من بسیار متاسفم، ولی اون ببینید یک چنین حرفایی در طبق قوانین ایالات متحده یک نهادی، یک سازمانی میتونه علیه کانال یک و علیه اون شخص ادعای خسارت بکنه، میلیون ها دلار خسارت بگیره. این انگ بستن، این افترا بستن به یک ملت، اینها آزادی بیان نیست، این زهر آفرینی است، اینها سیاه نمایی است، اینها فتنه گری است، اینها ضد بشریه که بگن آقا تمام جودا نجات پرستن، تمام جودا دزدن، تمام. بله اتفاقا آقای منوشمیر، اعتراضی به ما شده و تهدید به شکایت هم شده، البته این رو هم بگم و حالا داریم بررسی میکنیم که چه باید کرد. خب آقای منوشمیر به من بفرمایید. امیدوارم که به اینجاها نرسه، به اینجاها نرسه، امیدوارم. اون فرد عددی نیست که پیراهنی به خاطر اون پاره بشه. من متاسفم و امیدوارم به اینجا نرسه، ولی دوباره تکرار میکنم آزادی بیان یک امر مقدسه، ولی آزادی بیان یک قواعد و محدودیت هایی داره که فتنه گری ها، آشوب ها، فتنه مذهبی، انگ بستن به دیگران، اینها زهرافرینی، زهراگینی و تلاش ملت ایران را از مسیر واقعی خودش منحرف میکنه. ما الان بسیاری از روشنفکران یا به اصطلاح روشنفکران ایرانی که در دوران خمینی ضد اسرائیل بودن و ضد یهودیت بودن و طرفدار سازمان ترور فلسطینی بودن، امروز عقیدهشون عوض شده، میبینن اشتباه کرده بودن. بفرمایید آقای منوشهر. بله حالا این موضوع این رسیدگی میخوایم تا نتایجش اعلام بشه خدمت شما. نه امیدوارم، من نمیدونم کی شکایت کرده، ولی تقاضا میکنم تهدید به شکایت فرمان که حالا مطلع دست بردارم. بله. نه ولی واقعا از نظر حقوقی آمریکا قابل تعقیبه کامل. بله. از نظر قوانین استرالیا هم. آقای همایون ببخشید، بترسید از من، مواظب باشید. اون فرد میشینه توی کانال یک میگه که آره منوشه امیر توطئه کرده بود آقای شهرام همایون رو بکشه اسرائیل، بدوزتش. اتفاقا یه شب آقای منوشه امیر یه شب آمده بودن امریکا، یه شب مهمان ما بودن، چقدر در خدمتشون خوش گذشت، ظرف غذای منم جلویشون بود، هر سمی میخواستم بلزن توش بپرستم. بسیار مهمان نواز بوده. نه یه هشدار دیگه میدم، اون فرد ادعا میکنه که منوشه امیر شارمند رو به دبی کشید و بعد هم تحویل حکومت ایران داد. والا به زمین و زمان سوگند، من هرگز اسم شارمند رو تا موقعی که دزدیده شد نشنیده بودم، هرگز هم به دبی سفر نکردم، البته میخوام برم اونجا ولی هنوز نرفتم. ببینید یک چنین باطل عباطی، لاطالعات، خزعبرات، یاوگویی ها، جاج خواهی ها، حیفه که از کانال یک. من کانال یک رو دوست دارم، من میخوام کانال یک پیشرفت بکنی. نه شما عضوی از کانال یک هستید. نه دلیل تردید نکنید که شما عضوی از کانال یک میخوام که زبان ملت ایران باشه و شایستگیشو داره و میتونه باشه، و منم گفتم من به کانال یک کمک میکنن، انواع اتهامات رو به من بستن، انواع انتقادات رو کردن، انواع تلفن ها رو به من کردن که آقا با این کانال دست به همکاری نکن. من وظیفه می، من افتخار میکنم، من با خوشحالی تمام با شما هستم. ما هم همینطور و... خیلی برامون مهمه، برای ما هم خیلی مهمه که یک استاد مسلم کار ژورنالیسم، شخصیتی که خودش رو تثبیت کرده با ماست، در کنار ماست و ما نهایت افتخار
برنامه شما رو پخش میکنیم. مطمئنم بدونید در اولین فرصت بنده به تل‌آویو خواهم رفت، به اورشلیم خواهم رفت و به اصلا قرار بود من یادآوری میکنم قبل از کرونا قرار بود که شما یه گروهی رو بعد از من پرسیدین که ما میتونیم تو رو ببینیم، گفتم من از شما و گروهتون دعوت میکنم توی خانه خودم تو باغچه خونم که پذیرایی بکنم. شما گفتید میخواید بیاد اسرائیل، من شما رو تشریف و تحریف نکردم. نه، اولین فرصتم خواهم آمد و تعدیدی نداشته باشم. خب آقای منوشمی، من نمیدونم تحلیل شما چیه، ولی من فکر میکنم که با وساطت روسیه یک جریانی بین ایران و امریکا داره یه جورایی پیش میره قدم به قدم. میدونی یه تعدادی از اعضا، خانم دکتر فریمای عزیز، یکی از اعضای حسابی تلویزیون کانال یک، یکی از قدیمی های کانال یک، خانم دکتر فریما، نوشتن جناب منوشمی من از شما معذرت میخوام. خانم دکتر فریما بله، برای شما این پیام رو دادن، خیلی ازشون متشکرم. خب عرضم به حضورتون که نه، این واقعا به نظرم نباید این حرمت ها رو نشکنیم. با شکستن حرمت ها یادتون نره فقط آقای مناشه امیر یا من یا شخص دیگری لطمه نمیبینه، حریم که شکست این جریان رو همه با هم میبره. حرمت ها رو نگه داریم. آقای همایون ازتون معذرت میخوام، اصلا نه شما مطرحی نه من مطرحم، حریم ما رو عیب نداره، بیان حریم شما رو بشکنم مال منم بشکنم، ولی وقتی که انگ میبندن به یک ملت، به یک قوم و میایند و دروغ میگویند، دروغ های شاخدار میگن. ببینید برمیگردم به طرح سبز. طرح سبز رو یک دورانی بود در اوج جنگ سرد ایالات متحده آمد یک کمربند امنیتی رو دور اتحاد شوروی و اقمارش ایجاد بکنه. آمدن ناتو رو درست کردن، سنتو رو درست کردن، سیتو رو درست کردن و بعد گفتن که بیان یک کمربند اسلامی هم از عراق و سوریه و لبنان و مصر و اینا ایجاد بکنیم که جلوی کمونیسم رو بگیریم. چه چیزی علیه ایرانه؟ چه ربطی به یهودیان داره؟ چه ربطی به برژنسکی داره؟ ببینید اینها من دوباره تکرار میکنم، تلاش ملت ایران رو، تلاش صادقانه ملت ایران رو علیه این رژیم تحریک میکنه و جلوی مبارزه ملت ایران رو میخواد بگیره و اون رو به انحراف بکشه. از این من نگرانم، از این ناراحتم. یه نکته رو خدمت کنم، از چند تا مطلب بگم. یکی این که برخی از دوستانی که تازه اومدید توی لایو یوتیوب نمیدونید ما قوانین داریم در این لایو. شما اگر در همین لایو مرتب بنویسید زنده باد شهرام همایون، دو بار که اینو بنویسید دفعه سوم ادمین ها موظفن شما رو بلاک کنن. از مهمی چی می‌نویسین؟ دارین مثلا می‌نویسین جاوید شاه. خیلی خوب. یه بار بنویسین اشکال نداره. ولی شد دفعه دوم یا دفعه سوم شما بلاک میشید. برای اینکه ما باید این فضا رو هر روز حفظش کنیم. 2000 نفر این مرتب میان تو این لایو، نمیشود شعار تکراری نوشتن، توهین، تهمت زدن در لایو درست مثل قوانین خود برنامه میمونه. به دوستان ادمین به خصوص خود ادمین ها موظف اظهار نظر نمیتونن بکنن. ادمین اگر آچار بغل دستشه هرگز نمیتونه اظهار نظر بکنه. اونها موظف به ایجاد این فضای آرام و مناسب هستن برای گفته بکن. اتفاقا در مورد این دوست عزیزمون آقای دکتر آذری، من بسیار به این آدم علاقمندم، با خودشونم بارها صحبت کردم و معتقدم یک شخصیتی است که میتواند به نمیدونم واقعا علت این که تر این مسائل رو واقعا نمیفهمم و متاسفم هستم بابتش. به حال یه گروهی الان حالا راجب این مسائل داره بررسی میشه، نتیجه رو عرض خواهم کرد. آقای مناشمی، برگردیم به این ماجرای امریکا، روسیه، ایران. من معتقدم با وساطت روسیه امریکا و ایران داره بینشون یک اتفاقاتی میفته. آیا شما چنین برداشتی دارید؟ نه آقای مانسکاوه. بله
ببینید این پرسش شما به سرنوشت درگیری کنونی در اوکراین بستگی داره. اگر آمریکا و روسیه با هم به توافق پنهان برسن در مورد اوکراین و اون بحران تمام بشه، این میتونه نشان این باشه که روسیه یک چیزی رو از ایران داده و یک چیزی رو از آمریکا به سود خودش گرفته. واقعیت اینه که من به عنوان یک تحلیلگر اون اطلاعات جدی و قابل اعتماد رو ندارم. مسلمه که حکومت ایران و ایالات متحده آقای بایدن تلاش میکنن که پشت پرده به یک توافقهایی برسن. ببینید اگر آقای بایدن اعلام بکنه که مذاکرات قطع شده و به شکست انجامیده و گزینه بعدی جنگ هست، این یک شکست سیاسی برای رئیس جمهوری است که در کل دوران ریاست جمهوریش ضعف نشان داده، راه های اشتباه رو پیشنهاد کرده و بنابراین ممکنه که آقای بایدن ناچار بشه یک امتیازاتی به حکومت ایران بده و به یک ترتیب یک امتیازاتی هم به روسیه بده و به یک ترتیب کنار بیان. ما هنوز شخص من در این مرحله اون اطلاعات لازم رو ندارم که بتونم به این نتیجه برسم که بله این کار در حال شدن است. بعد یه نکته دیگر رو فراموش نکنید، آقای بایدن تنها نیست، اسرائیلی وجود داره، امارات وجود داره، عربستان وجود داره، حتی ترکیه وجود داره که اینها نخواهند گذاشت که توافقی بین حکومت ایران و ایالات متحده پیش بیاد که امنیت اونها را هم به خطر بیندازه. امروز امارات بسیار فعال در این زمینه. ببینید شوخی نیست که رئیس جمهوری اسرائیل از امیرنشینی دیدن میکنه که تا دیروز میگفت نابود باید گردد. شوخی نیست که هواپیمای ریاست جمهوری اسرائیل از حریم هوایی کشوری رد میشه که خادم حرمین شریف هست، محافظ کعبه و کعبه مقدس است که در رأس دنیای اسلام قرار داره. دنیا داره عوض میشه، بنابراین نخواهند گذاشت، امیدواریم که نتونن بتونن نگذارن که حکومت آقای بایدن به یک توافق پنهان برسه. من بعید میدونم چون امروز دیگه توافق پنهان وجود نداره، همه چیز آشکاره و همه چیز آشکار میشه. این است که در این باره واقعا ایران و امریکا به تلویزیون مذاکره میشینن به نظر شما؟ تا اونجایی که من میبینم نه، و اینجا ازتون اجازه میخوام که یک انتقاد شدیدی از آقای بایدن بکنم. مگه ایشون نبود که در دوران انتخابات چهار چیز رو مطرح کرد؟ گفتش که اتم، موشک، فتنه‌گری حکومت ایران در کشورهای منطقه و سرکوب مردم ایران. ولی سه تاشو الان کنار گذاشته. الان سه تاشو کنار گذاشته. بله. الان فقط موضوع اتمه دیگه مطرح. اون سه تا کجا رفت؟ چطور الان آقای منشمی، انفجار این موشک‌ها در فضای امارات و ابوظبی یعنی چی؟ اینا هشداره؟ اینا اتفاق اینا بله. چیه؟ ببینید یه موقع من به شما گفتم که رژیم ایران خیلی عاقل، شما خندیدید. البته حق داشتین که بخندین چون اینها خیلی عاقلن و خیلی دیوانن، خیلی متعصبن و خیلی از روی حساب کار میکنن. الان ما دو تا جبهه در داخل حکومت داریم که یکی با دست پیش میکشه، دومی با پا پس میزنه. یعنی یک مذاکراتی برای ایجاد حسن تفاهم در وین ادامه داره در همون حال، و مذاکراتی با عربستان جریان داره که بابا ما به شما خیال بدی نداریم، بیاین با ما دوست بشین، دست از همکاری با اسرائیل و آمریکا بردارین، بیاین شما مسلمانی ما هم مسلمانیم، بیاین به هم بسازیم. و در همون حال میاین و موشک‌ها رو در اختیار حوثی‌ها قرار میدن که نقطه زنه و میخوره به امارات عربی، اونم در دورانی که رئیس جمهوری اسرائیل از اونجا دیدن میکنه. یعنی الان خود رژیم هم مسلماً دو جبهه است. ببینید همین بحث و جدلی که آغاز شد که آیا بتونیم با آمریکا به طور مستقیم صحبت کنیم یا نه، خود خامنه ای گفت باید تعادل، گاهی باید تعامل کرد با دشمن. بعد روزنامه کیهان میآید و اون چیزها رو مینویسه، بعد همه‌شون میگن
ببخشید غلط کردیم و اشتباه کردیم و منظورمون این نبود. خود خامنه ای امروز میگه که من دستوراتم خیلی خوب بود، شما که قرار بود اجرا بکنید بلد نبودید چطوری اجرا بکنید، بنابراین شما تقصیر کارید. و این دو دستگی و دو جبهه ای در داخل ایران هم الان داره روز به روز آشکارتر میشه. بله همینطور. خب آقای روشن‌امیر، عربستان در چه وضعیتی قرار داره؟ به نظر میرسید که خیلی سریع باید عربستان و اسرائیل رابطه شون شکل تازهی پیدا میکرد، اما گویا چیزی متوقف کرده. آیا متوقف شده نشده؟ چی به نظرتون میرسه؟ نه مسلماً متوقف نشده. ببینید آنچه که الان عربستان همانند هوا برای تنفس انسان بهش نیاز داره، اون تجربه و اون دستگاه های ضد موشکی اسرائیل، چون عربستان بارها و بارها هدف موشک قرار گرفته و نمیتونسته چطوری از خودش دفاع بکنه. باز میگم من اطلاع ندارم، ولی اگر به عنوان یک فرد رسانه‌ای بتونم حدس بزنم و ارزیابی بکنم، مسلما الان ممکن است که مشاوران ضد پدافند هوایی اسرائیل در عربستان هستند. احتمال داره که اسرائیل به عربستان وسائلی رو داده که در برابر موشک‌ها از خودش دفاع بکنه و اسرائیل بسیار نگران بوده هست و ممکنه حتی اتفاق بیفته که حکومت ایران از طریق موشک‌هایی که در اختیار حوثی‌ها قرار میده به سعی کنه که جنوب اسرائیل رو بزنه. الان حوثی‌ها موشکی دارن که به شهر بندر ایلات، بندر جهانگردی ایلات میرسه که در جنوبی ترین نقطه اسرائیله. یعنی این خطر رو اسرائیل کاملا آگاهه و این موشک باید از مسیر عربستان بگذره، بنابراین ایجاب میکنه که یه نوع همکاری نظامی و امنیتی و دفاعی بین اسرائیل و ایالات متحده وجود داشته باشه. آیا برقراره یا برقرار نیست؟ من ارزیابی میکنم که برقراره، بدون که بتونم به هیچ منبع موثقی استناد بکنم. عرضم به حضورتون، یه کسی یه تکسی برای من فرستاده، حالا این لطیفه است واقعیته، ولی به نظر من یک عمقی داره. نوشته که صبح طرف به هم پیام داده 500 داری به هم قرض بدی تا سر ما. بله زیرش نوشته من حتی 500 اصلا رقمش مهم نیست، نه اصلا اونش مهم نیست. طرف صبح به هم پیام داده 500 داری قرض به هم قرض بدی تا سر ما. زیرش نوشته من حتی شارژ نداشتم بهش بگم نه. ببین این خیلی آره میگم لطیفه است، ممکن لطیفه باشه، ولی یه واقعیت غم انگیزی در این لطیفه وجود داره. آقای منوشه‌امیر، شما فکر میکنید با این مذاکرات وین، با برجام، اگر دوباره برجام درست بشه یا هرچی، واقعا به این داستان فقر در ایران پایان داده میشه یا فقر با مردم خواهد بود تا پایان حکومت جمهوری اسلامی؟ مسلما نه. ببینید این ساختار ناسالمی است که باید فرو بپاشه. فراموش نکنید 8 سال احمدی نژاد 700 میلیارد دلار درآمد نفت کجا رفت؟ الان وضع به جایی رسیده که حکومت حتی اگر بخواد وعده های خودش رو نسبت به آموزگاران، دبیران، بازنشستگان عملی بکنه، پول نداره. ببین امروز نان رو هم از سر سفره مردم برداشتن، نان رو با پارتی بازی باید خرید. نان شده نمیدونم 20,000 تومان یا 200,000 تومان، این صفر اصلا دیگه برای من معنیش از دست داده. نان مردم یک ناحیه در ایران نان ندارن بخورن، چون جاده ها خراب، کامیون ها حاضر نیستن که آرد به اونجا هم بکنن. به این وضع رسیده حکومت ایران. حالا نه از گوش بگیم، نه از مرغ بگیم، نه از تخم مرغ بگیم، نه از چیزهای دیگه بگیم، نان ندارن سر سفرهشون و حکومت پول نداره و دزدی ها ادامه داره. ببینید الان واقعا باعث شرمندگی من خجالت میکشم آقای همایون که بیاین بگوین که اگر شما
ثروتمندین، پول دارین، 50 میلیون یا 500 میلیون میدین که خدمت سربازیتون رو بخرید، شما موافقید؟ یعنی خون و خون در حکومت اسلامی ایران با هم فرق داره. کسی که پول نداره خدمت سربازیش رو بخره باید بره توی جنگ و احتمال داره که کشته بشه، خونش در راه میهنش بریزه، ولی اون که پول داره میده و از خدمت وظیفه و از شهادت به قول خودشون معاف میشه. یعنی اینها نه فقط دزدیدند، بلکه ایرانی رو عملا به گوشت دم توپ مبدل میکنن و این وحشتناکه. این وحشتناکه. برید حرف خمینی رو بشنوید. روزهای اولی که آمده بود میگفتش که حکومت شاه ایران رو به بدبختی و فلاکت رسوند، میلیون ها نفر گرسنه هستن، میلیون ها نفر آواره هستن، کوخ نشینن، ما اینا رو کاخ نشین خواهیم کرد. ببینید که به کجا رسوندن. این باعث شرمندگی، باعث سرفکندگی و باعث تأسف و تأثر در مورد کشوری که در آستانه ورود به جهان متمدن قرار داشت. آقای منوشهری، فردا روزیست که آقای خمینی به ایران بازگشته، 12 بهمن. در اون روزها یک شعاری خیلی سر زبان ها افتاد و اون این بود که دیو چو بیرون رود فرشته در آید. واقعا امروز بعد از 43 سال تاریخ چه قضاوتی میکنه؟ آیا دیو رفت و فرشته آمد به ایران؟ ببینید، با شرمندگی تمام باید بگیم که طبقه روشنفکر ما فریب خوردن و نه فقط مردم به علت تعصب دینیشون به بیراه کشونده شدن، بلکه به اصطلاح روشنفکران جوانان ایران رو هم به سود خمینی بسیج کردن. من یک بحثی بود در یک مجمعی پریشب که میگفت آقای امیر تو به چه حقی رفتی با یک تجزیه طلب صحبت کردی، از کانال یک پخش شده و این نشون میده که شما تجزیه طلبین. گفتم من میهن پرستم، من خواهان وحدانیت و تمامیت ارضی ملت ایرانم که از کانال یک حرفهای فردی تجزیه طلب رو پخش کردم. و گفتم اگر در دوران شاه فقید این امکان بود که نوشته های خمینی، توضیح المسائل خمینی در ایران چاپ بشه و مردم ببینن که با کی طرف هستند، اون موقع من تصور میکنم که یه عده بزرگی به دنبال خمینی نمیرفتن. اگر از کانال یک امروز شنیده بشه که تجزیه طلبا چه میگویند و چه میخواهند و چه خطراتی برای تمامیت ارضی ایران هست، چقدر ممکنه بدبختی برای ملت ایران ایجاد بکنه، خب آگاه میشن و از اون پرهیز میکنن. ما این رو در دوران پیش از خمینی نداشتیم. خمینی به همین علت فرشته شد که دولت پیشین و جامعه پیشین ایران رو به دیو تشریح کرد و دیدیم که دیو کدامه و فرشته کدامه. امیدواریم که دیو برود و فرشته در آید. آقای منوشهری، تو کانادا یک کاروان عظیمی کامیونداران اعتراض کردن به سیاست دولت کانادا برای واکسن اجباری همین کرونا. چیز عجیب و غریبی بعضی از مثلا انگلیس تو اعلام کرده آقا دیگه ولش کن واکسن رو ولش کن، بعضی جاهای کارای کردن. تو اسرائیل چه خبر راجع به کرونا؟ ببینید، اینجا با یک قشر کوچکی رو داریم، شاید 10% که میگویند که واکسن زدن حرامه یا خطرناکه یا بیفایده است و به یه علتی. متاسفانه در هر جایی تأسف گرایانی هستن. مثلا یک فرقه بسیار کوچکی در اسرائیل هست که میگوید مطلقا دارو نباید به کار برد، آنتی بیوتیک نباید خورد. و همین یکی دو سال پیش بود که مادری که میگفت من حاضر نیستم به فرزند من آنتی بیوتیک تزریق بشه، پسرش فوت کرد. و یک اقلیت کوچیکی هست، ولی یک اقلیت کوچیکی حتی در بین پزشکان هم
پزشکان هم یک اقلیت کوچکی هست که من واکسن نمیزنم، در بین معلمان هم هست و غیره و غیره، ولی به این شدت و حدتی که ما در کانادا شاهدش بودیم خوشبختانه نرسیدیم. عده زیادی واکسن چهارم رو هم تزریق گرفتن از جمله شخص من، و اومیکرون اینجا فاجعه آفرینه، بسیار بسیار شیوع پیدا کرده، ولی سبکتر از ویروس های قبلی هست و تعداد مرگ و میر کم شده و پیش بینی این است که تا دو سه هفته دیگه، البته من باور نمی کنم، تا دو سه هفته دیگه اومیکرون پشت سر گذاشته میشه. ولی شوربختانه الان همین الان از یک گونه دیگر تعریف میکنن که ما دقیقا نمیدونیم چی هست این گونه، و بسیار سرایت کننده تر از اومیکرون و کووید 19 هست، و خدا به من و شما و همه ملت ها و جمعیت جهان رحم بکنه. سپاسگزارم جناب آقای میناش امیر، خیلی گفتگوی جذاب و لذت بخشی بود. ممنونم که هستید، ممنونم که با شور و هیجان و مسئولیت تمام هر چه بیشتر اون برنامه مستقل خودتون روزهای شنبه اداره میکنید، اجرا میکنید. سپاسگزارم از شما، تا دیدار بعدی.